سلام اینجا نیما پندار پلاس کانالی که به سرگرمی با فاصله نگاه میکنه اما چیزی نمونده که ما با هم دیگه بشیم سه هزار نفر و به خاطر این ازتون خواهش میکنم اگر کسی رو میشناسین که چنین موضوعاتی براش جذابه کانال رو بهش معرفی کنید یا اگر بار اول به کانال میاین کانال رو حتما سابسکرایب کنید و تیک زنگولی کنار رو هم بزنید سریال میخواهم زنده بمانم قسمت پانزدهمش خیلی جنجالی شده بود جایی که گفتن که توقیف شده و تغییراتی کرده و گفتن که باید تغییراتی بکنه که نکرده و گفتن که تغییر نمیکنه و گفتن که توقیف میشه توقیف میمونه ولی در نهایت فقط یه دوشنبه تا پنجشنبه طول کشید تا سریال همه این تبلیغات خواسته یا ناخواسته براش طی بشه و پنجشنبه عرضه شد حالا به نظر می که دوشنبه ها همچنان ادامه خواهد داشت و این یک مورد استثنایی بوده که پنجشنبه پخش شده میخوام زنده بمونم قسمت 15 اما یک صحنه ای داشت که به نظر میرسه اون صحنه اضافه شده بود تو این چند روز به سریال صحنه چی بود صحنه ای بود که ناگاه ناگهان یک نفر که مسئول کمیته است اونجا هست و داره برای افرادش توضیح میده که توی هر نهادی هر چقدر هم همه خوب باشن ممکنه یک نفوذهایی صورت بگیره و این هم نفوذیه که در نهاد ما صورت گرفته به طور استثنایی شاید شاید این صحنه مجوز پخش دوباره سریال بوده نمیدونم و فعلا هم توضیحی دربارهش داده نشده شما چی فکر میکنید برام توی کامنت ها بنویسید تا ببینم که درست حدس میزنم یا نه اما توی این قسمت چه ای افتاد که میتونه تو قسمت بعدی معنادار باشه اول اینکه هما و امیر بعد از اینکه پدر امیر توسط نادر کشته شد حالا سر خاکن و هما از عشق به نفرت و کینه رسیده و امیر برعکس از نفرت حالا به این رسیده که نکنه امیر در واقع کارهای بدی که در زندگیش کرده امیر شایگان حالا نادر اساره همه اونهاست که در مقابلش ایستاده و حالا تصمیم گرفت که اون رو ببخشه ظاهرا در این تصمیمش هم استواره از اون طرف اما دستیار شایگان که خب این تغییر تحولات رو نفهمیده به شدت دنبال نادره نادری که معتقد تهرانه اما توی شیراز هم دارن دنبالش میگردن چرا چون یادتون باشه از شیراز میومد و خونه ای هم که اون اول میخواست وسیقه بذاره که بابای هما رو بیاره بیرون همایون رو شیراز بود حالا مامورای کمیته وارد بیمارستان میشن و اون رئیسی که داره تحقیقات میکنه درباره مسئله به دشتی نشون میده که کی بوده که زاره به اون بوده آیا اونو میشناسه یا نمیشناسه و چرا فیلم برداری شده این قضیه برای اینکه میدونیم که یک نفر دیگه ای که فیلم بردار برده بودن سر قبر و از سال یک فرد دیگه ای دارن ویدئو میگیرن که فکر میکنم شهید شده بود قتل شهدا حالا اون به طور ناخداگاه وقتی تر اندازی میشه دوربینش رفته سمت اونا و اون تصویر رو گرفته و حالا اون تصویر دست پلیس دست کمیته انقلاب اسلامی حالا کی بوده طرف کسیه که در سال 64 در عملیاتی که هم فرخی و هم دشتی فرمانده بودن جاسوسی کرده و 12 گرم هروئین رو هم برداشته و فرار کرده اما دشتی میگه من نمیشناسمش از اون طرف زیور خواننده قبل از انقلابی که الان عشق دشتی هست به سراغش میاد اما خب پیامی رو از دشتی برمیداره و میبره به اون سربازی که از نادر کتک خورده بود چند قسمت قبل پیامی رو که ما نمیفهمیم چیه به اون تحویل میده نادر اما پی یک اندیشه شومتره اون و تراشیده از اولاش بیرون ریخته و توی یک مسافرخونه ای داره زندگی میکنه و ماشین رو اسلحه تدارک دیده هنوز معلوم نیست که میخواد به کی بزنه کی بکشه امیر شایگان رو یا هما رو یا هر دو رو یا هر کس دیگه ای رو شاید دشتی راحت اما دشتی که همچنان به شایگان اعتماد نداره توی یک خرابی شروع به کلکل میکنن با هم تا جایی که بحث سر اینکه همدیگه رو بکشن هم پیش میاد بحث سر اینکه معامله کنن چطوری از مخمس فرار کنن هم پیش میاد اما در نهایت یک نفر هست که داره اونا رو در به نوعی شنود میکنه و نظارت میکنه و تحقیقشون میکنه در نهایت تیراندازی که در تاریکی صورت میگیره دشتی و اون مامور با هم کشته میشن به هم دیگه تیراندازی میکنن و در نهایت شایگان هم میاد و دشتی رو خلاص میکنه حالا اتفاقی که میفته باید صبر کنیم و فردا ببینیم چه اتفاقی قراره بیفته اما چیزی که میدونیم اینه که الان در حال حاضر شایگان پاش گیره دشتی پاش گیره ولی خب خودش که کشته شد حالا زیبر چه نقشی خواهد داشت نمیدونیم از اون طرف هما نزدیکتر شده به امیر شایگان امیر شایگان داره سعی میکنه قدم در راه بهتری برداره احتمالا اگر که دروغ بگه کل ماجرا رو پدرش هم خصف شده نادر حالا فراریه و دنبال اینه که کسی رو بکشه که نمیدونیم کیه و شاید این قسمت این اتفاق بیفته اما صحنه آخر زهره آزاده سمدی همسر قبلی و البته همزمان امیر شایگان یک کت زیبایی رو سفارش داده برای زمانی که میخواد به گرجستان بره و در اونجا سفیر بشه کتو میبینه و به خودش میگه باید خوب به تا ببینمت وقتی اون بالایی همه نگاهشون به توه و با دو چشمت به کسی دیگه غیر از من بیفته به این نتیجه میرسیم ما که احتمالا مسیر به سمتی پیش میره که حالا عشق مسلسی نادر و هما و امیر تموم شده اما عشق مسلسیه نقشی که آزاد زمانی بازی میکنه و هما و امیر شایگان به میان میاد باید صبر کنید ببینیم یارکشی های جدید در قسمت 16 هم چجوری می پیش میره پیش خودتون رو توی کامنت ها برام بنویسید کانال رو سابسکرایب کنید و تیک زنگوله اون رو بزنید با لایک کردن ویدیو هم کمک میکنید که این ویدیو به علاقمند های بیشتری نشون داده بشه ممنونم از شما تا ویدیو بعد خیلی زود خدا